25 شوال، شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، ششمین پیشوای تشیع انقلابی. امام جعفر صادق علیه السلام در 17 ربیع الاول سال 83 هجری متولد شد. شهادت آن حضرت به دستور دومین خلیفه عباسی منصور دوانیقی در 25 شوال سال 148 هجری واقع گردید. همزمان با پایان دوران بنی امیه و آغاز حکومت بنی عباس، بر اثر درگیری و جابجایی دو خلافت جور، دوران مناسبی ایجاد شد که حضرت صادق علیه السلام با استفاده از آن توانست به تدوین و بازآموزی اصول و مبانی آیین رهایی بخش اسلام محمدی و تشیع انقلابی بپردازد. و از همین روست که تشیع انقلابی را به نام آن حضرت مذهب جعفری نامیدند. طی 34 سالی که امام صادق هدایت جنبش را بر عهده داشت، میراث آرمانی و فرهنگی بسیار گرانبها و بیبدیلی با مجاهدت و تعالیم آن حضرت فراهم آمد. آثار مکتوب شیعه مربوط به دوران حضرت صادق به 400 جلد بالغ می شود و شمار شاگردانی که در مکتب او پرورش یافتند به بیش از 4000 تن می رسد. سرانجام خلیفه جور و ارتجاع دوران که وجود حضرت صادق و جنبش تحت هدایت او را برای ادامه حاکمیتش خطرناک می‌دید، طی توطئه‌ای ششمین پیشوای تشیع انقلابی را مسموم کرد و به شهادت رسانید. از کلمات آن حضرت است که 4 ارزش اخلاقی در پیامبران وجود دارد: نیکی، سخاوت، صبر و پایداری بر سختی های راه و قیام برای احقاق حقوق مردم. ارتجاع اموی و اشرافیت و اون زمیندارهای عباسی چون میخواستن این دفعه زیراب رهبری ائمه رو بزنن، مجبور بودن از تعمیم اجتماعی نبوت، تعمیم اجتماعی و سیاسیش که خلاصه ائمه رو روی آورد، جلوگیری بکنن. در مقابل چنین اقدامات و چنین برخوردهایی بود که حضرت صادق از این شرایط به نسبت دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک دوران گذار اموی به عباسی استفاده کرد با یک کار عظیم تئوریک به نسبت اون دوره. 4000 مثلا دانشجو رو جمع کرد، اصول اسلام رو تدوین کرد، اصول در از دستبرد قاصدها و منحرفین زمان مسئول کرد و بدین گونه اصول مذهب جعفری، شیعه جعفری که اصول همون اسلام راستینه، پرداخته شد. یعنی عدل مشتق از توحید و امامت مشتق از نبوت. تا به این ترتیب دیگه با این تأکیدات برای فتنه جوها جایی برای از کلیت انداختن و از شمول انداختن این قواعد اساسی به جانم. برای چی؟ برای اینکه خلفا
با نبوت که تأمین پیدا نکنه و بر سر حقوق ائمه پافشاری نکنه درگیری نداشتن. بگذار به صورت یک پیغمبرم که اومده و رفته، به صورت یک اصل بی آزار بذار باشه. و اینطور بود که اسلام راستین برای مشخص شدن مرزهاش با اسلام ستمکارها، اسلام یزیدیها و به جهت تخصیص و مشخص شدن شیعه جعفری نام گرفت. کما اینکه امروز وقتی ما در اعلامیه‌های رسمیمون وقتی میگیم بعد از نام خدا نام خلق رو میاریم، این نیست که بخوایم چیز جدیدی آورده باشیم، خلق رو مثلا به جای خدا بنشونیم. تأکید و تصریح به این خاطره که نشون بدیم خدای مورد پرستشمون خدای خلق هاست، خدای آزادی خلق ها، خدایی که از قبل احقاق حقوق خلق ها می شود بهش رسید، نه خدای بی آزار، خدای باسمی در اون دور دست ها توی آسمون که شاهان هم با همه شیطان صفتیشون مدعی پرستشش هستنده بودند. ما میخواییم بفهمونیم که این خدای مطلق امروز عملا در مسیر یک نسبی، در مسیری که همون راه خلقها باشه، راه آزادی خلقها، قابل حصول و وصوله. در زیارت عاشورا میخونیم برای تو الالله و الیکم، از اونها میگریزم به جانب خدا و تو و شما. برای چی؟ برای اینکه حسین هم به طور نسبی تجلی ارزش‌ها و راه خداست. باز می‌خونیم در همون زیارت، السلام علیک یا سار الله، خون خدا، درود بر تو خون خدا. بله، اینهاست سیمای درخشان اسلام، اسلام واقعی، پاک، راستین، انقلابی و مردمی. میگویند که از امام صادق سوال شد وقتی که هر روز بارها و بارها در نماز میخونیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت کن، این صراط مستقیم چیست؟ چی رو میگیم؟ راه کسانی که به اونها نعمت دادی، که یعنی انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین. امام صادق گفت که صراط مستقیم یعنی که آری از انحراف و اعوجاج، صراطی که بدور از غضب و خشم خداست، صراط الذین انعمت علیهم، نه راه کسانی که مغضوب علیهم ولا الضالین، نه اونایی که ضد تکامل هستند و نه غضب شدگان، نه منحرفین، راه درست مستقیم و رو به جلو، این چیست؟ گفت که این کلام امام صادق رو میگم که صراط مستقیم عبارت هست از راهبری مفترض و طائع که واجب است پیروی از او، که یعنی علی علیه السلام. این صراط مستقیم
نه به عنوان یک عنوان و ردی سوری، نه، در مبارزه قاطعانه و تمام عیار با ارتجاع و جاهلیت دوران، هم با ارتجاع قریش قبل از پیروزی و فتح مکه و هم با اشرافیت اموی و شیوخ مسلمان نما در مراحل بعدی. خیلی واضحه که جنگ جمل چیزی جز یک جنگ طبقاتی نبود، زیرا اولین حرف علی این بود که حقوق مردم بی تعارف، حتی اگر در کابین زنانتون هم باشه، که خیلی به عرب بر میخورد این حرف اون زمان، این رو هم در میاره. و بعد با معاویه و بعد با خوارج، حرف این بود که ستم و سرکوب نداریم، نه فقط در حق مسلمانان، غیر مسلمانان، یهودی ها. حرف این بود که تبعیض نداریم،